به شما عزیزان در ایران و هر کجای جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته اید سلام میگویم. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن گرم و مرطوب. در ساعت پیش رو با شما خواهیم. تاریخ معاصر ایران شاهد بیدادهای گستردهی پس از انقلاب اسلامی، روحانیون شیعه به رهبری روحانیت شیعه در ایران بوده است. قتل‌های بیشمار که ساعاتی پس از پیروزی آیت الله خمینی و همراهان او بر پشت بام مدرسه علوی آغاز شد همچنان تا به امروز ادامه داد. بسیاری از مادران فرزندان خود را در برابر آنچه که عدالت اسلامی آیت الله خمینی نامیده بود از دست دادند. بسیاری از فرزندان نیز پدران و مادران خیش. تاریخ ایران در دوره پس از انقلاب اسلامی به رهبری روحانیت شیعه سرشار از قتل و اعدام است. آنچه که این روزها در همسایگی ایران، عراق و آنسوتر در سوریه دیده می شود، گروهی مانند داعش در نخستین ماهای انقلاب در ایران آغاز شد و حتی به زندانیان دختر نیز پیش از اعدام تجاوز کردند به حکم روحانیت شیعه. پس از آن اعدام ها همچنان تا به امروز ادامه یافت، تا جایی که ارژنگ داوودی، کسی که محکوم شده است یا دوران محکومیت خودش رو میگذرانه، همچنان در آستانه اعدام قرار گرفته است. در این میان یک روز بهاری، یک روز اردیبهشت ماه ایران، 27 اردیبهشت سال 1390، ایران شاهد قتل و کشتاری تازه بود. دستگاه عدالت روحانیت شیعه دو جوان ایرانی، محمد و عبدالله فتحی را اعدام کرد. مادر آنان بانو مهوش الاسفندی در مراسم خاک سپاری جوانان خود، دو جوان ایران میبینیم. ولی حبیبی، خامنه ای، اعضای مجلس، دیوان عالی قضایی، دادستان حبیبی، رحیمی، ستوان برامی روزی صد بار میمیرن، روزی صد بار میمیرن. به خدا از امشب الان دو روز آرامش ندارم اونا، ولی من آرامم، من افتخار کنم تاج سلطنت سر من. مهوش الاسفندی، مادر دو جوان ایرانی، دو جوان ایران که دستگاه عدالت اسلامی ولایت فقیه آنان را اعدام کرد. به مناسبت آنچه که در عرصه حقوق بشر در ایران می‌گذرد، با خانم مهوش الاسفندی خواهیم بود در تورنتو. با من و شما هستند. خانم مهوش الاسفندی، سلام و درود بر شما و خوش آمد به برنامه تفسیر خبر. من هم سلام و درود دارم خدمت شما و بینندگان عزیز برنامه تفسیر خبر.
در خدمت شما هستم و سپاسگزارم از این که این فرصت رو به من دادید که در خدمت شما باشم. برنامه متعلق به شماست، متعلق به همه مادران عزیزی است که فرزندانشون در آنچه که دستگاه عدالت ولایت فقیه نامیده میشه از میون ما، نه اینکه رفتن، با ما نیستن، اما همیشه یادشون با ما هست. عبدالله، محمد، سهراب عرابی و همه، ندا، آقا سلطان و بسیاری از جوانان ایرانی. از این نکته آغاز میکنم، از این موضوع. شما پس از واقعی، پس از اعدام فرزندانتون، تو جوان نازنین ایران، نهاد مادران علیه اعدام رو تأسیس کردید، پیشگام شدید. به جای انتقام جویی، به جای آنچه که بسیار بسیار اتفاق افتاده، تلاش کردید که یک نهادی رو به راه بیندازید که جلوگیری کنه از اعدام ها. در همین زمینه خود شما توضیح بفرمایید. بله، همونطوری که شما خودتون فرمودید و این فیلم هم به هر حال بعد از این 3 سال هنوز هست روی یوتیوب و همه میبینن چه اتفاقی که بر من گذشته. حالا من در واقع یک نمونه هستم، یک نمونه از اون مشت خرباری که به اصطلاح اتفاق افتاده در سطح ایران، مادرانی که فرزندانشون رو کشتن، حالا به دلایل مختلف و با شیوه های مختلف کشتن. من در واقع میشه گفت که یک مشت از اونها هستن و مادران زیادی هستن که هنوز ما صداشون رو نشنیدیم، هنوز کسی باهاشون ارتباط نگرفته، حالا به دلایلی که حالا یا درون ایران هستن نمیتونن به اون، به هر حال جانشون در خطره، فضا جوری نیست که بتونن ارتباط بگیرن و بتونن صحبت کنن. بله، خب من از اون روزی که این اتفاق افتاد، در واقع آقای چارلنگ عزیز، بعد از 3 سال من هنوز فرصت پیدا نکردم که بخوام به عزاداری فرزندانم و یعنی 2 جوان رشیدم که با هم در 1 ساعت، 1 روز، 1 لحظه اعدامشون کردن بشینم و دنبال این هم نیستم که اون ساعت رو به دست بیارم که بخوام به عزاداری بپردازم، یعنی نقش یک مادر عزادار رو بازی کنم. دولت جمهوری اسلامی با این همه قتل‌ها، با این همه جنایاتی که داره انجام میده، در واقع میخواد ما رو ماتم زده، گوشه‌گیر، عزادار و غمگین بکنه و ما صحبتی نکنیم. ولی من طبق درخواستی که در واقع فرزند کوچکترم عبدالله توی آخرین دقایق از من کرد و به من گفت که مامان شما سیاه نپوش، عزاداری نکن برای ما و حتی نمیخواییم مراسم هم بگیری برای ما، فقط صدای ما باش. و در واقع من بعد از اون اتفاق وقتی که فکر کردم، دیدم که خب اونها رو از من گرفتن. همون لحظه بعد از این صحبت بچه های من، اونها رو اعدام کردن. ولی این که فرزند من به من گفت صدای ما باش، در واقع این نبود که ما بخوایم یه تلاشی بکنیم برای اونها، چون شما میدونید اونها زنده نمیشن، اونها بر نمیگردن. منتها تلاش این بود که ما سعی کنیم با هر توانی که داریم جلوی این عمل ننگین رو بگیریم، یعنی در واقع صدای انسانهایی باشیم که درون زندان هستن، حکم اعدام دارن و میخوان اونها رو اعدام کنن. جلوی اعدام اونها رو با هر وسیله و با هر توانی که داریم اون رو بگیریم. من فکر میکنم پیام فرزند من این بود و من هم از این کاره تصمیم گرفتم و بنیاد و نهاد مادرم علیه اعدام رو بنیان گذاری کردم و تمام به تلاشم و سعیم اینه که صدای بقیه فرزندانم از درون ایران باشه. خانم اناسفندی گرامی، شما آموزگار بودید؟ بله. و در حال حاضر هم بسیاری از آموزگاران ایرانی یا
در زندان هستن یا از کارشون برکنار شدن، اینطور نیست؟ بله. یک پرسش من دارم، نهاد مادران علیه اعدام آیا فقط در خارج هست که چنین خواستی مطرح هست از طرف کسانی مثل شما، کسانی که مخالف اعدام هستند، کسانی که مبارزه میکنند برای برقراری حقوق بشر در کشورهایی مثل ایران، یا اینکه نخیر در ایران هم هستن، هرچند نمونه جدید هم ما دیدیم در زندان قزلارسان. اون چیزی که واقعا عریان شده و ما همه داریم میبینیم، مخصوصا با این اطلاعاتی که از طریق اینترنت ما همه داریم میگیریم، اینه که این جنبش خوشبختانه به درون ایران کشیده شده و من فکر میکنم اتفاقا از درون ایران آغاز شد، از درون ایران این فریاد زندگی آغاز شد و انسان ها علیه اعدام به پا خواستن و این بود که اون کسانی که در خارج کشور بودن اونها هم تصمیم گرفتن که این جریان رو حمایت بکنن. در واقع اگه از درون ایران این جریان انجام بشه و حمایت از خارج نباشه، اونها به زودی سرکوب میشن، به زودی اونها رو مینشونن و اجازه نمیدن که این جریان گسترش پیدا بکنه. ولی شما اگر یه مقدار برید عقب میبینید که مثلا موقعی که توی کرمان میان و میخوان جلوی اعدام رو بگیرن، اعدام شخصی رو بگیرن و حتی چند نفر رو از تنابدار نجات میدن، یعنی در واقع اون نشون دهنده اینه که اون حرکت از اونجا آغاز شده. یا شما بعد دوباره میبینید خانواده هایی که در به زندان ها رفتن، یا خیلی بیان دوباره نزدیکتر، اون اتفاقی که برای خود من افتاد وقتی که توی اون زمان این جریان اعلام شد از طریق رسانه‌های خارج از کشور، مخصوصا تلویزیون کانال جدید اعلام کرد به خانواده‌ها درون ایران که میخوان دو تا جوان رو اعدام کنن و شما نرشینید و برید در به زندان و اعتراض کنید، شما اون فیلم‌ها رو اگه ببینید میبینید که خانواده‌ها اومدن اونجا و اون اعتراض رو عریان کردن. یعنی من فکر میکنم یکی از دلایلی که من مادر تونستم فرزندانم رو، پیکرشون رو که هنوز گرم بودن بگیرم، اون حضور مردم بود، اون حضور و همراهی مردم بود و اون رسانه هایی که این همکاری رو کردن با درون ایران. و من فکر میکنم یکی از رسالاتی که به عهده این رسانه ها هست در خارج از کشور همینه، همین همراهی و همسویی با درون ایرانه، مثل کاری که الان شما دارید انجام میدید. یعنی وقتی که شماها همراهی بکنید و فریاد انسانهای درون ایران باشید، با خانواده ها همراه بشید و خانواده ها وقتی میرن خارج از زندان مستقر میشن و میخوان که جلوی اعدام رو بگیرن، خب اگر رسانه ها هم هماهنگ از خارج از کشور این تلاش رو، این مبارزه رو ادامه بدن و فراخوان بدن به مردم و خانواده ها که برن خانواده زندانیان رو حمایت بکنن، چه بسا که به زودی این بساط اعدام ها و این جنایت ها برچیده بشه. یعنی در واقع جمهوری اسلامی ما این رو به تجربه دیدیم که هر جا مردم پیش رفتن اون هم یک پا پس میشه. خانم الاسفندی عزیز، این پرسش من این هستش که شما آیا با اعدام در ایران مخالفی یا با بخشی از اعدام ها یا اساسا مخالف مجازات اعدام هستید؟ همونطوری که در بسیاری از کشورها این جنبش جریان داره، سالها پیش به نتیجه رسیده، همونطور که در آمریکا در بعضی بسیاری از ایالت ها مجازات اعدام لغو شده و در بعضی ایالت ها هست. من اساسا با خود اعدام مخالفم در هر جای دنیا باشه. اعدام در واقع مجازات نیست. من اعدام رو اصلا مجازات نمیدونم. اعدام یک جنایته، یک قتله. در واقع
ببینید وقتی که یک نفر رو میخوان اعدام کنن، بکشن، جانش رو بگیرن، یک نفر نیست که جان یک نفر رو میگیره، در واقع یک سازمانه، یک گروه هن. یک گروه خیلی زیاد میشینن با همدیگه بحث میکنن، تصمیم میگیرن روی ساعت معین، زمان معین و بخوان جان یک نفر رو بگیرن. این مجازات نیست، این در واقع همون قتله، همون تکرار قتله، تکرار جنایت. فرقی نمی کنه از دست چه کسی این کار انجام بشه و صادر بشه، به نظر من جنایت، همش جنایت. در این زمینه خب مطالب بسیار نوشته شده، کتاب‌های بسیار نوشته شده، من برای بینندگان توضیح میدم، از جمله کتاب مشهور ترومن کاپوته هست که در دهه 60 منتشر شد، این کولد بلاد یا همون در کمال خونسردی، بعدها چندین فیلم بر اساس این کتاب ساخته شد و این توضیح بسیار روشن هست که در کمال خونسردی در واقع میشینن و همون که خانم علاسفندی اشاره کردن و قتل یک نفر رو طراحی میکنن و چگونگی قتل، یعنی کسی قتل انجام داده اون رو نشون میده و وقتی هم که خود این قاتل اعدام میشه رو هم نشون میده و با هم مقایسه کرده. اما برگردیم به اردیبهشت 1390، فرزندان شما هیچ وقت در دادگاه علنی محاکمه نشد، هیچ وقت امکان داده نشد که به طور آزاد رسانه‌های بی‌طرف داخلی اگر هست و بین المللی نظارت داشته باشن یا نمایندگانی. پرسش من این هست، اتهامی که دولت، حکومت ایران، ولایت فقیه بر فرزندان شما، دو فرزند ایران دست، این بود که سرقت مسلحانه. ما میبینیم که بسیاری هستند سارقینی که خود حکومت تایید کرده و خودشون هم تایید کردن، اما همچنان مصدر کاری هم هستن یا نهایتاً در جاهایی زندگی دارن، از جمله مهدی هاشمی، از جمله بسیاری دیگه، آقای بابک زنج. در این زمینه شما به عنوان یک بانوی ایرانی، معلم ایرانی، پرسش من این هست، آیا عدالت در جمهوری اسلامی اگر هست باز خودی و غیر خودی داره، قضیه چیه؟ دقیقا مسئله خودی و غیر خودی داره و همون موردی که شما خودتون فرمودید مثال بارزش همون مهدی هاشمیه. فرزندان من رو به اتهام سرقت مسلحانه اعدام کردن. فرزندان من 13 ماه توی زندان بودن به اتهام سرقت مسلحانه. از این 13 ماه آقای چالنگی 9 ماه رو توی انفرادی به سر بردن. 9 ماه از 13 ماه توی انفرادی بود. دوران زندانشون توی بند الفتای زندان دستگرد اصفهان بود. بند الفتا رو شما فکر میکنم بدونید همه، یعنی مخفف اطلاعات سپاه پاسدارانه. بچه های من تو اون زندان بودن، توی بند الفتا بودن و بعدم زمانی که تصمیم گرفتن اینها رو اعدام کنن بدون ارائه حکم، بدون حضور وکیل، بدون حضور دادستان و قاضی پرونده اونها رو اعدام کردن. حالا دیگه خودتون بقیه داستان رو متوجه بشید. در دادگاه انقلاب، نمیدونم شعبه 4 و بعدم هیچ نوع محاکمه علنی و هیچ نوع حتی چیزی که بخوان از قبل مشخص کنن که اتهام بچه ها چی بوده، ولی زمانی که اعدام کردن و زمانی که اون خاکسپاری انجام شد، جناب دادستان حبیبی که اونجا من اسمش رو میارم که موقع اعدام حاضر نشد و اونجا نبود و عبدالله من اونجا گفت که این دادستان حبیبی کجاست، من الان
مدتی دارم مرتب میگم من حرف تازه دارم، من سخن تازه دارم و میخوام با دادستان حبیبی صحبت کنم. پس چرا این دادستان حبیبی نیومده؟ از چی میترسیده که نیومده؟ یعنی حتی توی لحظه اعدام که آخرین دیدار ما بود و تصادفی هم این اتفاق افتاد، یعنی با اطلاع قبلی هم نبود، اونجا فرزند من گفتن که دادستان حبیبی کجا هستن. ببینید دادستان حبیبی اونجایی که شغلشون بود و وظیفه‌شون بود و باید حضور پیدا میکردن حضور پیدا نکردن، ولی درست نیم ساعت بعد از مراسم خاکسپاری میاد توی تلویزیون شبکه 5، یعنی شبکه‌ای که مستقیم از اصفهان پخش میشه، و اونجا کتابی رو دستش میگیره و با دستان لرزان مطلب روی کتاب رو نشون میده. میگه که من طبق این قانون، طبق این ماده قانون، این دو نفر رو اعدام کردم. مردم اصفهان، مردم شاهنشهر، شمایی که رفتید و این تشییع جنازه رو انجام دادید، اینها سارق بودن. شمایی که دنبال سر این مادر را افتادید رفتید، آیا میدونید اینها سارق بودن؟ آیا میدونید اینها مجرم بودن؟ اینها جنایتکار بودن؟ دیگه هرچی که به هر حال تونست و از دهنش در اومد توی اون لحظه گفت، که بعد از زمانی که خاکسپاری انجام شد. و شما میبینید واقعا اعدام برای کسانی که وابسته به حکومت هستن اصلا تحت، حتی اگر جرم هم، یعنی به هر حال من الان این رو هنوز به صورت اتهام دارم بیان میکنم، ولی وابستگان به حکومت جرمی رو که انجام میدن هیچ وقت تا حالا براشون اعدام نبوده. گرچه منی که بنیانگذار نهاد مادران هستم هیچ وقت دنبال اعدام هیچ شخصی یا هیچ کسی و به هیچ وسیله و در هیچ کجای دنیا نیستم، هیچ وقت هم من خواستار اعدام مثلا جلال الدین فارسی نیستم، من خواهان اعدام مهدی هاشمی نیستم، خواهان اعدام خامنه ای قاتل فرزندانم هم نیستم، ولی میخوام بگم که اونها اعدام رو طبقه بندی کردن، یعنی در واقع به عنوان یک ابزار سرکوب دارن ازش استفاده میکنن، یک در واقع یک دستگاه جنایت، یک دستگاه آدمکشیه. من همونطوری که قبلا هم گفتم اعدام رو به عنوان مجازات برای تعیین جرمی انجام نمیدن، در واقع یک جنایت دارن انجام میدن. سیستم قوه قضاییه ما مشکل داره. شما اگه برگردید به همین مسئله قصاصی که در اومدن و این سیستم قانون، یعنی در واقع مجازات اسلامی، این مشکلات رو داره. شما ببینید قصاص میان خانواده ها رو شریک جرم میکنن تو قتل. من توضیح بدم، خانم الاسفندی اسم آقای جلال الدین فارسی رو آوردن. آقای جلال الدین فارسی احتمالاً برخی از بینندگان ما نمیشناسن، از همراهان آقای خمینی بودن، مانند ابراهیم یزدی، صادق قدس‌زاده، آقای ابوالحسن بنی صدر و بقیه کسانی که با آقای خمینی به عرصه سیاسی ایران اومدن پس از انقلاب اسلامی. نامزد ریاست جمهوری شد اما به خاطر اینکه پدر یا مادر ایشون افغان بود و غیر ایرانی، این نامزدی رد شد. آقای جلال الدین فارسی بعدن در جریان به شکار رفتن یک شکاربان رو کشت با شلیک، اما اتفاقی برای ایشون نیفتاد، برعکس خانواده شکاربان رو زیر فشار قرار دادن و فرزند شکاربان رو هم به زندان انداختن. به هر حال این هم نمونه ای از عدالت برای خودی و غیر خودی. متاسفانه در همین فاصله به من خبر دادن از مرکز لندن که ارتباط با کانادا خانم الاسفندی متاسفانه قطع شد و تلاش برای برقراری ارتباط به نتیجه نرسید. البته این رو باید در آغاز میگفتم که حضور ایشون در برنامه امشب آغاز ادامه حضور ایشون در برنامه های ما خواهد بود، یعنی در برنامه تفسیر خبر که دوشنبه ها ما خواهیم داشت و بیشتر بر محور حقوق بشر ادامه خواهیم داد. گفتگوی خودمون رو با خانم مهوش الاسفندی در دوشنبه شب آینده، تفسیر خبر شبکه تلویزیونی ایران فردا، با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر.
من و شما هستن در ادامه تفسیر خبر. آقای حسن اعتمادی گرام، سلام به شما آقای اعتمادی، در استخون شد. سلام آقای چلنگی عزیز، سلام میکنم خدمت همکارانتون و بینندگان برنامه شما. آقای اعتمادی، بحث ما در نیمه نخست برنامه که باز ادامه خواهد داشت با خانم مهوش الاسفندی به دلیل نقص فنی قطع شد، درباره اعدام بود. در این روزها بسیار صحبت از این روند عدالت در ایران رو بعد از انقلاب تشبیه میکنم با آنچه که داعش در روزهای ماهای اخیر بزنیم بگیم در سوریه و عراق انجام داد. تفسیر شما رو در این زمینه میشنویم، چه اندازه این مقایسه عادلانه است، منطقی است، بازتاب واقعیت؟ آقای شلنگی، من مایلم اگر اجازه بدین در خصوص مقایسه بین عملکرد حکومت اسلامی ایران با گروه تروریستی داعش یک کمی به عقب برگردیم تا ببینیم پایه و اساس و بنیاد فکری چنین گروه‌هایی از کجا نشأت می‌گیره. حکومت اسلامی ایران به معنای واقعی شاید بتونیم بگیم که در دوره معاصر از حدود 65 سال پیش، یعنی در سال 1329، زمانی که از طرف گروه فدایان اسلام به رهبری آقای نواب صفوی تأسیس شده بود، به نوعی شکل گرفته. و شما میدونید که بنیانگذار حکومت اسلامی ایران آیت الله خمینی نیز از طرفداران فدایان اسلام بودند و دو شخصیت برجسته دیگر باز این حکومت، یعنی آیت الله خامنه‌ای و آیت الله رفسنجانی نیز از کسانی بودند که در ارتباط با فدایان اسلام از دوران جوانی ارتباط داشتند. به یک معنا تحت تأثیر همون افکار. اما باید ببینیم که فدایان اسلام چی میگفتن. فدایان اسلام میگفتن که کشور ایران یک کشور اسلامی است، بنابراین میباید حکومت اسلامی در اونجا مستقر باشه. معتقد بودن که اون چه که در حال انجامه در این کشور توسط نظام قبلی جز ایجاد فساد نتیجه دیگر رو به بار نمیاره و به همین خاطر اونها در دو عرصه خشونت خود و ترورهایی رو که به اصطلاح به عنوان شیوه مبارزه خودشون انتخاب کرده بودن رو آغاز کردن. در یک عرصه در رابطه با شخصیت‌های فرهنگی کشورمون مانند زندیاد احمد کسروی یا به طور مثال عبدالحمید زنگنه در وزیر فرهنگ و آموزش، و در عرصه مسائل سیاسی کسانی که مانند آقای حجیر یا رزمارا یا بعدها حسن علی منصور که مجریان برنامه یا مجریان برنامه هایی بودن که توسط حکومت گذشته در جهت نوعی پیشرفت و ترقی در دستور کار خودشون قرار داده بودن رو انجام میدن. بنابراین تفکر مخالفت با تجددخواهی و پیشرفت پایه و اساس تفکر حکومت اسلامی بود و امروز هم گروه داعش. عملکرد اون چیزی که گروه داعش داره هیچ چیزیش از لحاظ فکری و اندیشه‌ای متفاوت با عملکرد اون چیزی که حکومت اسلامی و انقلاب اسلامی و آیت الله خامنه‌ای آیت الله خمینی از ابتدا در نظر داشت، چیزی رو ما به اصطلاح متفاوت با هم نمی‌بینیم در این عرصه. این اتفاقات به بعدها منجر به اعمال خشونت بیشتری شد بعد از به کار اومدن حکومت اسلامی در ایران، از اعدام سران ارتش گرفته و بعد از اینکه مستقر شدن و تونستن ثبات بیشتر رو برای خودشون به وجود بیارن در برابر سایر مخالفین و گروه های سیاسی که در مقابل اونها حاضر به پذیرش سیاست اونها نبودن. و در نهایت نمونه های از این نوع خشونت ها رو ما در تابستان سال 67 میبینیم که چگونه هزاران نفر از جوانان کشور ما رو به جرم اینکه اعلامیه رو پخش کرده بودن، نشریه رو پخش کرده بودن یا هواداری کرده بودن از یک گروه سیاسی مخالف نظام، اونها رو به طور دست جمعی قتل عام میکنن. یا بعداً ترورهای زنجیره‌ای، قتل‌های زنجیره‌ای که در ارتباط با روشنفکران دیگر بازم توسط گروه‌هایی که وابسته به دولت و حکومت هستن انجام میگیره و ما از برجسته‌ترین روشنفکران روشنفکران خودمون رو میبینیم که توسط این نظام قربانی میشن. خب ببینید، بحثی حالا روشنفکر کی هست، چی هست، چی نیست، تج که هست،
اما همین کسانی که شاید مراد شما هست، روشن فکر، بخشی از اونا دست کم و بخش بزرگی از مردم به حکومتی که شما مقایسهش میکنید با داعش رأی مثبت دادن. آقای اعتمادی شعر گفتن برای آقای خمینی، برای اعدام هایی که خلخالی انجام داد شعر سرودن، شاعران صاحب نام. ببینید جناب شالنگی، برای این موردی است که شاید به طور مستقیم به این بحث ما هم مربوط هم مربوط نیست، ولی یعنی نقد نحوی برخورد برخی از روشنفکران ما در رابطه با این حکومت، این واقعیت داره که به هر حال تعدادی از روشنفکران ما در دوره گذشته و یا در آغاز پیروزی حکومت اسلامی به نوعی به اصطلاح با این رژیم مماشات کردند، نه تنها مماشات کردند بلکه در تبلیغ و معرفی و حمایت از این حکومت به نوعی دست داشتن و برای میتونه دلایل گوناگون انگیزه این کار از جانب این عده از روشنفکران شده باشه. میتونه نه اجازه بدم آقای اعتمادی، بس من یه چیز دیگه است، من نمیخوام راجع به کسی قضاوت بکنم. ببینید هر روشنفکر، هر شاعری، هر نویسنده حق طبیعیش هست و هر راهی که میخواد بره بره، قضاوت نهایی هم به هر حال با هر کس یا مردم هست یا اگر مرتکب جنایت و جرمی شدن خب باید قاعدتا قانونی جایی باشه، بس من اونا نیست. خلاصش این که بنده و شما در مقام قضاوت نیستیم. فلان شاعر یا نویسنده‌ای که میاد و ستایش میکنه از قتلایی که انجام میدن، بعد میرن مثلا مشاور آقای قدزاده میشه، صادق قدزاده میشوند شعرهای صاحب نام ایرانی، و بعد امروز روزم ستایشگر نرمش قهرمانانه آقای خامنه ای میشن، حق طبیعیش اینطور فکر میکنه، این راهی است که انتخاب کرد. حرف من چیز دیگه است، حرف من این هستش که برای داعش نه در عراق نه در سوریه یا داعش ها یا برای القاعده و بقیه در هیچ کشوری شما نمیبینید که شعرای صاحب نام، نویسندگان صاحب نام شعر و ستایش کرده باشن. حرف من اینجاست، شما وقتی مقایسه میکنین داعش و جمهوری اسلامی رو، من اینو دارم میگم، ریشه های این داستان کجاست؟ من ده ها نویسنده و شاعر صاحب نام از زبانش همواره شاد با از سیاوش کسرایی گرفته تا بقیه، به شما نشون میدم در ستایش آنچه که شما متهم میکنید به داعش و بودن حکومت ایران شعر و سرود گفتن و شاعرانی که الان زنده هستن چه در داخل چه در خارج، یکی دو نفر. بفرمایید جناب چالنگی. ببینید به نظرم یه بحث بسیار حساس و مهمیه، یعنی کسانی که در برابر جنایات و به اصطلاح کشتاری که حکومت اسلامی کرد یا به طور کلی سیاست هایی که در طی این 36 ساله از طرف این رژیم منجر به نابودی بسیاری از بنیادهای اقتصادی فرهنگی جامعه ما شده، چرا مورد تأیید و یا احیانا حتی در دوره های مورد ستایش برخی از روشنفکران ما قرار گرفته. البته من امروز به طور واقعی تعداد کسانی که به عنوان روشنفکر، نویسنده، شاعر یا هنرمند فرق نمیکنه از این رژیم بخوان حمایت بکنن و اون ستایش بکنن، تعدادشون رو خیلی اندک میبینن، یعنی دیگه قابل به اصطلاح شاید توجه نباشه. ولی این واقعیت داره که در ابتدای انقلاب جناب چالنگی، این نه تنها به نظر من برخی از نویسندگان و شعرهای ما در این جام افتادن و این ضعف رو از خودشون نشون دادن، بلکه عمدتا جامعه روشنفکری ما در تمام سطوح دچار این مشکل شد. از اون گذشته جناب چالنگی عزیز، واقعیت اینه که این اشتباه یک اشتباه تاریخی بود و شاید به یک معنا همه ما کم و بیش درش دخالت داشتیم، منتها یه عده شاید با تصور غلط اون چرا که در سر داشتن رو به صورت عریان مطرح کردن. درست شما دارید میرسید به همون نکته، من اصلا با روشنفکری یا اینها کار ندارم، اون یه بحثی زمان نیست، شاید بحثی دیگه مربوط میشه به تاریخ بیشتر. بس من همینه، وقت قیاس میکنید
داعش بر اساس یک رفراندوم و همه پرچه اینا نیمد رای بگیری اصلا. من حرف من اینه، آنچه که در ایران اتفاق افتاد بر اساس تاییدیه ای بوده که پیشا پیش مردم دادن در رفراندوم جمهوری اسلامی. جناب چلنگی عزیز، ببینین داعش شیوه به حکومت رسیدن خودش خودتون میدونید، میگه من حکومت شام و بغداد هستم فعلا، ولی بعدا میخواد به هر حال عنوان حکومت اسلامی برای همه جهان اسلام و تمام دنیا باشه. یعنی الان یه رقابتی است بین گروه داعش با حکومت اسلامی، چون هر دوی اینها قصد دارن که پرچم اسلام رو بر سراسر جهان بر بیافرازن به خودی. بنابراین اینی که حکومت اسلامی اینا با یه رفراندوم بر سر کار اومده، ولی گروه داعش همینطور داره منطقه به منطقه و شهر به شهر رو فعلا در عراق و سوریه تصرف میکنه و بعد میخواد خودش رو گسترش بده. خب این به نظر من البته میبخشید یا تفاوتی با هم نداره، چون بنده و جنابالی که به اون رفراندوم اعتقاد نداشتیم، اونها با زور و با به اصطلاح با فریب یه شرایطی براشون پیش اومد و میدونستن که مردم انقلابی در برابر هر رفراندومی قطعا میان میگن آقا به حکومت اسلامی رای خواهیم داد، چون درک روشنی از حکومت اسلامی نداشتن و نمیدونستن ببینیم بحث من همینه. یعنی شما ببینید در انقلاب ایران سه شعار داده میشه: یک، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. استقلال شعار انقلاب ها یا جنبش های ضد استعماری بود، ایران هیچ وقت مستعمره جایی نبود در زمان انقلاب، روابطی با آمریکا و غرب داشت بسیار متمدنانه، امروز که دیگه آشکار، درست؟ در برابر شوروی هم تعهداتی داشت با بلوک غرب. آزادی رو ما بعداً مفهومش رو دیدیم که کسانی که شعار میدادن، منظور اینجا روشنفکرا مطرح میشه که چه معنی داشت. یعنی نه اینکه آزادی بود کامل از نظر احزاب یا هرچی، نه، اما مفهومش خلاصه میشه به زن و بچه پادشاه یا بقیه بد و بیرا گفتن. دیدیم دیگه روزنامه‌هایی که بعد از انقلاب دارن چه بهره‌برداری از آزادیش، یا آزادی که با آمدن دکتر شاپور بختیار به وجود آمد چه بهره برداری شد، جز اینکه فحاشی و بددهنی نسبت به اینا. جمهوری اسلامی هم شعار سوم بود، به قول شما سومی شد که زیاد نمیدونستن چی. چطور میشه 1,000,000 نفر در پایتخت ایران شعاری رو میدن که نمیدونن چیه محتواش؟ جناب چلنگی، من قصد دارم که ایرادم رو نسبت به اون سه شعاری که شما به یکیش لااقل ایراد گرفتید به طور مشخص تا اون انقلاب اسلامی بود فراتر برم و بگم که اصولا ما در مورد هیچ کدوم از اون سه جزء این شعار، نه استقلال، نه آزادی و نه انقلاب اسلامی یا جمهوری اسلامی، درک روشنی نداشتیم. استقلال یعنی چی؟ استقلال یک مفهوم سیاسی بود که در اون دوره از جانب تمام گروه های سیاسی به یک نحوی مطرح میشد و میگفتن. چرا میگفتن استقلال؟ به خاطر اینکه میگفتن که رژیم محمد رضا شاه وابسته به امریکا و کشورهای غربی و در رأسش امریکاست و ما رو وابسته به غرب کرده و این وابستگی باعث عدم پیشرفت ما در کشور شده، بنابراین ما استقلال میخواییم. در صورتی که بعد از 36 سال ما امروز مشخص شده هنوز برامون که استقلال به اون معنا اصلا مفهوم نداره، اصلا به اصطلاح قابل انجام نیست با توجه به وابستگی های گوناگونی که امروز در سراسر دنیا بین تمام کشورهای جهان وجود داره و به خصوص کشورهایی که در حال پیشرفت هستند، در حال به اصطلاح توسعه هستند. اگر نگیم که کشور پیرامون یا عقب مونده مانند ایران که نمیتونن بدون این وابستگی ها به این سادگی صاحب استقلال بشن. و اصولا باز هم استقلال امروز در کشورهای غربی بازم مفهوم روشنی به معنا نداره. یعنی چی؟ یعنی اینه که همین اتحادیه اروپایی که ما درش زندگی میکنیم الان یک تقسیم کار بسیار بسیار روشن و مشخص بین این کشورها شده که همه این کشورها به هم وابستن تا جایی که تبدیل شدن به یک کشور واحد به یک معنا اگر بخوایم بگیم. بنابراین ما معنی استقلال رو نمیدونستیم، فکر میکردیم اگر رابطمون رو با غرب قطع کنیم کشور ما گل و گلستان خواهد شد، در صورتی که قطع ارتباط ما با کشورهای پیشرفته جهان ما رو به خاک سیاه مینشونه، ما رو به مراتب خفیفتر و خارتر از اون چیزی که البته من معتقد نبودم خار و خفیف بودیم در پیش از انقلاب، اون معنی که
انقلابیون و حکومت اسلامی و روحانیت و خامنه‌ای میگفت. اما اگر ما به واقع مفهوم استقلال رو میدونستیم و مخالفت با استقلال رو میدونستیم، هرگز این شعار رو نمیدادیم. برمیگردیم همین، باز همون قیاس آقای اعتمادی. ببینیم مسئله شما قیاس میکنه من این هستش که به هر حال به هر دلیلی، پس یک در ایران نمیدونستن مفاهیم سه شعاری که داده میشون. حرف من همینه، به هر حال به هر دلیلی مردم کمون که الان هم میبینید موقع اعدام ها میرن و نگاه میکنن. من میخوام فقط به یه جایی برسیم روشن بشه، یعنی اون چیزی که داعش داره انجام میده چطور شد که در ایران به شکل قانون در اومد و عکس العمل چندانی هم نبود، جز اینکه کسانی این سو و آن سو تلاش کردن در برابر چنین قوانینی بیستن، قطع دست، بریدن در آوردن چشم، سنگسار و همه اینها، اعدام های بدون محاکمه و اساسا علیه اعدام بیستن، کمون که صحبت میکردن با خانم علاسفندی. ببینید بس بستر همین هست، یعنی اینکه این اونجا اونم میگه قانون رو دارم اجرا میکنم. مثلا شما ببینید یک شعار وجود داره که دهان مارکسیست های ایران هم شنیده شد متاسفانه، که ان الحیات عقیدتون رجا بار هم من اینو گفتم به امام سوم شیعیان نسبت داده میشه که زندگی عبارت از عقیده، ایدئولوژی و جهاد در راه این عقیده. معنیش یعنی این هستش که زندگی ایدئولوژی من است و جهاد نه جنگ، رفتن به جنگ مخالفانی که کسانی که این ایدئولوژی رو نپذیرفتن و نیستن تا حد قتل اونا. خب این همون کاریست که داعش داره انجام میده، همون کاریست که جمهوری اسلامی بعدن انجام داد، القاعده انجام داد، طالبان انجام داد و این شعار آزادی خواهی حتی گروهی از مارکسیستای ما هم. اصلاً این هست، زمینه قانون شدن عملیات داعش در ایران کجاست؟ ببینید یک تفاوتی که 36 سال پیش وجود داشت برای اینکه حکومت اسلامی ایران بتونه به قدرت برسه و مستقیماً این نوع جنایت و این نوع رفتار خشونتباری که داعش میکنه رو حداقل در یک دوره‌ای نکنه، که من اشاره کردم که به نظر من قتل و جنایت حکومت اسلامی ایران از داعش کمتر نیست. طبق همین آمارهای غیر رسمی و اون چیزی که ما خودمون شاهد بودیم و دیدیم و در بطن این اتفاقات به نوعی قرار داشتیم، نمونه هایی که امروز بنده و جنابالی ما به طور اتفاقی امروز زنده هستیم، جنابالی به طور اتفاقی امروز هنوز داریم زندگی میکنی، بنده هم همینطور، بسیاری از همنسلان ما همینطور، بسیاری از دوستان و یاران ما تو همون سالهای اول توسط حکومت اسلامی ایران قتل عام شدن و از بین رفتن و اونهایی که مهاجرت کردن الزاماً به معنای واقعی در دوران مهاجرت و تبعیدشون زندگی عادی رو پشت سر نگذاشتن. در نتیجه حکومت اسلامی ایران تا همین الان قربانیان بیشتر رو برای اینکه بتونه حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی رو در کشور ما مستقر کنه مرتکب شده. اما تفاوت چی بود؟ تفاوت این بود که گروهی که در ایران بر سر کار اومدن با ایدئولوژی معین، با انگیزه‌های معین و با دستورات و احکام الهی اون قدرت واقعی رو هنوز نداشتن که بتونن یک کشور 34-5 میلیونی رو به سادگی یک شبه مانند داعش بخوان با قتل عام مردمش بهشون بقبولن و بپذیرن مردم که باید تن بدن به خواستای حکومت مذهبی و حکومت اسلامی. تونستن از بعضی از شیوه ها و تاکتیک ها استفاده بکنن، رفراندوم کردن که خود مردم برن پای صندوق بگن آقا ما حکومت اسلامی میخواییم. امروز داعش شکار میکنه، امروز داعش هر منطقه رو که میگیره میگه یا باید دیه بدید یا باید اسلام رو بپذیرید یا اینکه میکشیمتون. امروز چیکار میکنه داعش؟ به یک معنا زنهای غیر مسلمون رو میگیره و من میخوام بگم که از این دهات از جمهوری اسلامی جلوتره. چرا؟ چون وقتی زنهای غیر مسلمون رو میگیره گروه داعش، اونا رو میبره تو بازار میفروشه. همین الان بسیاری از زنهایی که در همین تصرفاتی که به عمل آوردن به گروگان گرفتن، زنان غیر مسلمون رو فروختن و بعضی از گروه های کردهای سوری رفتن اینا رو خریدن و بعد فرستادنشون به طرف خانواده هاشون.
نکشتن ولی جمهوری اسلامی خبرهاست. البته میگم این خبرهاست، ما برگردیم به بحث هستی چون این خبرها رو آقای اعتمادی قطعا برسیم به همین نتیجه. من چند خبر برای شما میخونم. سپاه پاسداران با بهزیستی دارن مهد کودک را میندازن. بله، یعنی سپاه پاسداران حتی والد دیدین مهد کودک های کره شمالی به چه شکست. و مجلس داره طرح پاره وقت کردن زنان رو مورد بررسی قرار میده، کاری که در دولت احمدی نژاد هم نشد. معاون آقای رئیس جمهوری اسلامی آمده خانم شهیندخت ملاوردی و گفته برای کودکان در 7 سالگی زیر 7 سالگی بسیار مشکل است، آموزش پرورششون باید مادران بالای سرشون باشه، باید برن در مادران در خانه ها باشن. و دیدیم که آقای قالیباف هم چه گفت درباره زنان. و رئیس اتحادیه صنف کافی شاپ ها یعنی واکنش نشون داده، چون اومدن گفتن که زنان نباید در کافی شاپ ها کار کنن. ایران این اتفاق میفته، داعش نیست، در ایران هست. با یک خانم در مشهد بازداشت شد به دلیل آنچه که شوهای مبتذل هست و بقیه خبرهای در همین سر. و از جمله میبینید که آقای تاج‌زاده هم که گفته چرا منتقدان رهبری زندانی میشن، چرا کسی حق انتقاد از رهبر رو نداره. یکی از مقامات جمهوری اسلامی هست، مقامات پیشین که در زندان مثل بسیاری دیگه هست مقامات. یعنی در جمهوری اسلامی میگید و دیدید که الان آمدن گفتن اطاعت کامل، مطیع بودن کامل از ولایت فقیه لازمه همه کارگزاران حکومت هست. این داعش نیست، این در ایران هست اتفاق میفته. آقای اعتمادی عزیز، همین امروز و دیروز و پریروز هم اتفاق افتاده. همین چند روز هست که آقای ارژنگ داوودی دوران محکومیت چی میگذرونه، محکوم به اعدامش میکنن، دوباره میارن حکم یه چیزی خوب مینویسه اعدام شد. اینها رو یعنی ایران چه اندازه معاصر هست با جهانی که رو به پیشرفت داره و چه اندازه معاصر هست با داعش و طالبان و القاعده و جبهت و نصر و دلاغ و آنچه که ایران سکان پیش بردن ایران رو در دست داره حکومت. به کدام شمید؟ عقب به رو آینده. طبیعتا با همین نمونه که شما گفتید و کامل کردن، من خطبه که داشتم خدمتون رو نزدیک کردم داشتم میگفتم داعش زنها رو میگیره میفروشه، جمهوری اسلامی زنان مخالف خودش رو میگیره تجاوز میکنه بد میکشه، زنان غیر مسلمان رو میگیره جمهوری اسلامی، خون اونها رو از بدنشون خارج میکنه اگر تجاوز نکنه و بد میکشه. نه ببینید سنی. مواردی بوده، من حرف من همین الان میتونم بگم همین خانم ملاوردی هست، ایشون معاون رئیس جمهوره، این حرفو میزنه. این رو چه خواهی گفت؟ متوجه نشدم، بفهمید بار دیگه. جمهوری اسلامی ممکنه این حرف شما رو بگه، اگر هم بوده نمونه هایی بوده، نه خیر ما برای زن ارج قرب بسیار قائل هستیم. از جمله همین خانم ملاوردی معاون رئیس جمهور هستش، سخنگوی وزارت خارجه، یک خانم دیگه از افخم، اون یکی ابتکار مسئولی ابتکار که خب براده اقدامات تروریستی هم کرده، اون به جای خود ایشون هم رئیس سازمان اون چیزی از این بانوان هستن. اینا ای گفت چه خواهیم گفت؟ وقتمون هم کمه متاسفانه. دو دقیقه. ببینید این که دیگه به هر حال بازی با شعور مردمه که ما مثلا خانم افخم رو گذاشتن اونجا روز چند دقیقه بیاد گزارشی بده و با همون مقنعه و به اصطلاح ظاهری که براش درست کردن که بگن که ما داریم زنها رو در امر مسائل مدیریت کشور داریم دخالت بدیم، یا خانم ابتکار به عنوان وزیر محیط زیستی که در حال نابودیه، وقتی در رودخانه ها به جای آب فاضلاب در جریانه، جناب چالنگی عزیز، وقتی در دریای خزر تبدیل به یک حوضچه کوچک فاسد شده که تمام جانداران که در دریا هستند رو داره نابود میکنه، بنابراین نشون میده که حتی حضور و وجود خانم وزیر یا غیر وزیر، حالا مرد باشه یا زن باشه، کوچکترین تأثیری در بهبود وضعیت جامعه ما نداره. اینا به عنوان دکورایی هستن که ازشون استفاده میکنن و هر جام که لازم باشه به راحتی هم میتونن بذارنشون کنار. بنابراین اصل موضوع برمیگرده به نوع تفکر حکومت اسلامی را با داعش یکیست
و تا زمانی که مردم منطقه تصمیم خودشون رو نگیرن برای کنار زدن این حکومت‌های مذهبی از نوع داعش و جمهوری اسلامی، وضع منطقه از این بدتر خواهد شد جناب چالنگی و روزهای سیاه‌تری رو مردم منطقه ما باید در انتظارش باشه. امیدوارم منطقه به سمتی بره که آینده‌ای بهتر داشته باشه، به خصوص جوانان، به خصوص کودکان نازنین در منطقه، به خصوص در ایران. سپاسگزار هستم آقای حسن اعتمادی گرامی، با سپاس بسیار از شما. یادآوری میکنیم که در دوشنبه آینده خانم مهوش الاسفندی با ما خواهند بود، در دوشنبه آینده. تفسیر خبر ایران فردا. به پایان این شماره تفسیر خبر میرسیم، با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، کوهساران دراک، آسماری و الوند، کوه زگرس و تفتان کوه و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار. We'll be right back.